سلام، خوشحالم که با یک روی خط دیگه در خدمت شما هستم و ازتون دعوت میکنم که با برنامه امروز هم همراهمون باشین تا با هم سری بزنیم به سایت های مقاومت در فضای مجازی. اجازه بدین کمی از حال و هوای سیاسی اجتماعی ایران و وضعیت رژیم شروع کنیم. نظام ولایت این روزها که از همه طرف زیر ضربه های پی در پی قرار داره، برای روحیه دادن به نیروهای وارفتش رفته توی فاز شکایت های بین‌المللی. اخیراً هم به خاطر تحریم‌های آمریکا از آمریکا به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد. پیشنهاد می‌کنم سری بزنیم به سایت مجاهد و مقاله جار و جنجال تبلیغاتی در مورد شکایت رژیم به دیوان بین‌المللی لاهه تا واقعیت و پشت پرده‌های این شکایت رو بهتر متوجه بشیم. یکی دیگه از اقداماتی که آخوندها برای حفظ ظاهر انجام دادن، تغییر در کابینه آخوند روحانی بود. چیزی که البته بیشتر شعار بود تا عمل و در نهایت هم اقدامی که به شکل مادی انجام شد فقط استعفای سیف بود. به همین دلیل هم این سوال پیش میاد که چقدر این تغییر جدیه. سخن روز سایت مجاهد تحت عنوان ریشه درماندگی و افلاس رژیم در نمایش ترمیم کابینه به این سوال ها پاسخ میده و همچنین یک نمونه و مثال تاریخی رو هم در این زمینه بررسی میکنه. از روز اول مرداد دور دوم اعتصاب کامیوندارهای با غیرت شروع شده. اعتصابی که حکومت رو سخت به وحشت انداخته. اگه کمی در مورد وضعیت کامیوندارها فکر کنیم و اون رو بررسی کنیم، با حجمی از فساد حکومتی و غارت و چپاول روبرو میشیم. پیشنهاد میکنم که مقاله مافیای حکومتی و غارت و چپاول رانندگان کامیون در سایت مجاهد رو ببینید که اون هم همین وضعیت رو بررسی کرده. اما اگر میخواین تصویر کاملی از دور دوم اعتصاب کامیوندارها داشته باشین، میتونین مقاله اوجگیری دوباره اعتصاب رانندگان کامیون یک پیشروی دیگر برای قیام در سایت مجاهد رو دنبال کنین که در این مقاله به این محورها پرداخته شده. شهرهایی که رانندگان کامیون اعتصاب کردن، اقدامات سرکوبگرانه رژیم و جنگ روانی بر ضد راننده های کامیون، اقدامات فریبکارانه رژیم برای ایجاد شکاف در صفوف راننده‌های اعتصابی، همراهی و همبستگی اقشار دیگه، نگاهی به خواسته‌های راننده‌ها و همینطور هشدار راننده‌ها قبل از شروع دور دوم اعتصاب. پایان جنگ پایان ارتش آزادی بخش نبود. ارتش آزادی بخش بعد از عملیات کبیر فروغ جاویدان از هر نظر برای عملیات بعدی سرنگونی آماده شد. فکر می‌کنم از آن به بعد داستان برای همه ما روشن است. داستان ابتلا پس از ابتلا در مسیر ارتش آزادی بخش بود که این ارتش در معرضش قرار گرفت. وقتی که براتون خوندم بخشی از مقاله از فروغ تا کهکشان به قلم آقای مهدی ابریشمچی هست که سایت مجاهد منتشر کرده و کلیپ اون هم زمیم است. در روزهای مشابه همین روزها ارتش آزادی بخش ملی ایران، یعنی ارتش صلح، ارتش آزادی، بعد از اینکه در نبردهای قهرمانانه خودش به خصوص در نبرد آزادسازی مهران نظام ولایت فقیه و خمینی رو دچار رعشه سرنگونی کرد و جام زهر آتش بس رو به حلقوم رژیم ریخت، در شرایطی بسیار خطیر و حساس دست به یک تصمیم گیری تاریخی زد. چند روز پیش فیلمی از جنایت جدید آخوندها در اهواز و تخریب مزارهای قتل عام شدگان سال 67 منتشر شد. سازمان عفو بین‌الملل هم در این رابطه یک اطلاعیه اقدام فوری منتشر کرد. سایت مجاهد ضمن انتشار این اطلاعیه با تیتر بیانیه عفو بین‌الملل برای اقدام فوری تخریب گورهای جمعی قتل عام شدگان 67 در اهواز را متوقف کنید، اشاره‌ای هم داره به پیشینه تخریب مزارهای شهدای 67 و همچنین اقدام عملی برای جلوگیری از جنایت غیر انسانی. در همین رابطه فراخوانی از طرف خانم مریم رجوی در سایت رسمی ایشون منتشر شده که ضمن محکوم کردن این جنایت به مراجع بین‌المللی فراخوان دادن. دبیرکل، شورای امنیت
شورا و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای ممانعت از تخریب سیستماتیک مزار شهیدان قتل عام 67 و نابودی آثار این قتل عام توسط فاشیسم دینی حاکم در سراسر کشور به ویژه اهواز فرا می‌خوانم. حتماً با مجموعه از نگاه مسعود رجوی آشنا هستیم. بخشایی از سخنرانی‌های آقای مسعود رجوی در رابطه با موضوعات مختلف که به شکل فایل‌ها و کلیپ‌های صوتی منتشر شده. این بار 18مین قسمت از این مجموعه تحت عنوان آلترناتیو از نگاه مسعود رجوی هم ارائه شده. برای دسترسی به این قسمت و سایر قسمت‌های این مجموعه می‌تونید به کانال استراتژی قیام و سرنگونی در تلگرام مراجعه کنید. آخه انسجام و اتحاد و تشکیلات و برنامه عمل سیاسی و مبارزاتی فقط در چارچوب خط مشی درست و اصولی در مبارزه و با وفاداری صادقانه به اصول مبارزاتی به دست میاد ولا غیر. در پایان هم پیشنهاد میکنم اگر میخواین در جریان آخرین خبرهای اعتراضی قرار بگیرین سری بزنیم به سایت ایران آزادی. توی همون صفحه اول در زیرمجموعه بخش خبر یک صفحه ویژه هست که اعتراضات 24 ساعت اخیر در مورد همه اقشار رو در یک گزارش کوتاه ارائه میکنه. امیدوارم گزارش امروزمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشیم، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.